Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Mujtaba Ahmadi as mazulat parvon az tim milli kivan kickboxing. Avvalin bor ast ke dar musobaqat egal MMA shirkat mekunam. Ba nam Khodavand bakhshainda o mehrabon Mohammad Shafiq azizam yakdan az varzishkaran tim Wolfpack ke madad 2 sal mesha ke bakhsh MMA ra pesh mebaram va avvalin bor ast ke dar sazman ایگل مارشال آرتس اشتراک کردیم. محمد صدیقی رفری وسط مسابقه است و مسابقه مرکزی است در وزن 70 کیلوگرم تا لحظات دیگه باید آغاز شود و قوانین مقررات و ورزشگاه گفته میشه هر چی زودتر باید مسابقه آغاز شود و 22 سال مجتبی احمدی سن داره 70 کیلوگرم وزن بدنش است
از پروان است. مجتبی احمدی با دستکش سرخ، حریفش محمد شفیق عزیزی از کابل است، 24 سال سن داره. ببینیم که کدام ورزشکار پیروز خواهد شد، مسابقه مین ایونت است یا مرکزی. آکنه را چپ باز چپ میچسبن به هم دیگر و بالای حریفش قرار میگیره. مجتبی احمدی از پروان از گردن عریف محکم گرفته، مجتبی احمدی از ورزشکارهای بسیار خوب ولایت پروان است که عضو تیم منتخبه زون هم هست و یکی دوبار قهرمانیاری در مسابقات شمال و شمال شرق افغانستان در کارنامهش داره که تجربه بسیار خوبی داره. با عریفی که از ولایت کابل به نام محمد شفیق عزیزی بازی میکنه، ما درباره محمد شفیق عزیزی و رکوردهایش سابقه کاریش آنچنان معلومات کافی ندارم. راوند اول است و دقیقه پایانی راوند هست. ورزشکار جانب مقابل که از ولایت کابل هست به نام محمد شفیق عزیزی، از شاگردای استاد فهیم احمدزی هست، برادر استاد فهیم احمدزی که تبعی آمریکا را داره، از جوجوتسوکرای بسیار خوب هست و قرار اطلاع مسق و مسیجی که برام دادن اینجا کلم کمپ تمرینی دارن. محمد شفیق عزیزی از شاگردای اونها میباشه. تشکر و 20 ثانیه دیگه به ختم راوند اول وقت باقی مونده. همچنان مسابقه را که میبینین، محمد شفیق عزیزی بالای حریفش قرار داره. در بخش حرفه‌ای یا پروفشنال ریکارد ندارن ورزشکارا و راوند اول به پایان میرسه. تا لحظات دیگر راوند دوم باید آغاز شوه و آخرین مسابقه است که شما از آن بیننده هستید. داور وسط از این مسابقات استاد احمد صدیقی است، رئیس سبک کیک جتسوی فدراسیون ورزشی رزمی. بسیار جالب هست و ضربات تکنیکی دو طرف بسیار جالب پیش میره، اجرای بسیار خوبی دارن دو طرف. فعلا شفیق عزیزی بالای مجتبی ورزشکار ولایت پروان قرار داره، مجتبی احمدی، اردو
بسیار جدی رقابت پیش میبرند و سردابر مسابقات استاد علی احمد افشار، رئیس جوری از این برنامه و رئیس برگزاری مسابقات استاد فریدون محمدی، رئیس فدراسیون کیوان کیک بوکسینگ فدراسیون ورزشی رزمی افغانستان است. بله عارف شامشران قرار داره محمد شفیق عزیزی ضربات پشت سر هم پای در پای البو مشتای سری به سر صورت عارفش انجام میده. سرپا میسر دو فایتر همچنان بالای عارفش قرار میگیره مجتبی احمدی یک پرتاب خوب را انجام داد. شفیق عزیزی بالای عارفش همچنان قرار داره، مسابقه در وزن 70 کیلوگرم انجام شده. از گردن عارف میگیره مجتبی احمدی از پروان. رفری مسابقه رو میتونه سرپا اعلام بکنه. حرکت که میخواست انجام بده خودش در حرکت خودش گیر میفته مجتبی احمدی. مسابقه در راوند سوم ادامه پیدا میکنه و راوند آخر هست. همچنان منتظر فرصت هستن ورزشکارا. شفیق عزیزی در راوندهای اول دوم خوب بود، مجتبی احمدی هم عمل کرده بعد نداشت و راوند سوم است.
لو کیک. یک دقیقه 47 ثانیه و ختم کل مسابقه وقت باقی است. اوکن برآمد خوب، مشتکه انجام میشه از طرف مجتبای احمدی. اوکن اوکن خیلی خوب کار کرد یک لحظه مجتبای احمدی. مدل کیک اوکه پشن کیک. مسابقه در وزن 70 کیلوگرم انجام شده. را با سر خود ورزشکار نباید سر حریف فشار بده. وقت کشی میکنه ورزشکار. مسابقه باید سر پای اعلام شوه. اپرکات. مسابقه به پایان میرسه. از داره بیانده مسابقه در مسابقه مرکزی البته برگزار شده بود که به پایان رسید و با نتیجه unanimous decision و با توسط امتیاز حریفه دانست که شکست بده. برنده مشخص است، محمد شفیق عزیزی. نورالله شارخی خواهشمند هستم که کمربند قهرمانی به ورزشکار ما در نظر بگیرن. همچنان آقای علی احمد افشار مشترکاً همراهیشون همکاری داشته باشن. خب از دانه بیننده رقابت های MMA را دیدن در سازمان ایگل مکس مارشل آرتس که
به شکل زنده تقدیم حضورتان شد. خوب است که در اخیر آقای نورالله شاروخی رئیس اتحادیه ورزشکارای افغانستان هم صحبت‌های خودشان را داشته باشند در مورد برگزاری رقابت‌ها و سطح فنی رقابت‌ها. تشکر میکنم. گرچه نخستین دور مسابقات ایگل مکس مارشال آرت بود، ما می‌خواستیم اولین دور از بازی‌های پروفشنال و آماتور تجربه بکنیم. برای ما، من قبلا هم عرض کردم که گزینش چهره‌های برتر به عنوان تاپ تیم برای MMA افغانستان و برای بخش کیوان کیک بوکسینگ افغانستان تیمای را انتخاب بکنیم به خاطر راهیابی برای مسابقات بین المللی که پیش رو داریم، مخصوصا بازی‌هایی که قرار است در آمریکا برگزار شود. ما تیم انتخاب میکنیم و در این لابلا چهره‌های بسیار مستعدی را ما تانستیم پیدا بکنیم و واقعا مبارزه و فایترهایی را داشتیم که از سطح برگزاری دور مسابقات ما خیلی عالی کار میکردن. تعداد بچه‌ای را داشتیم که در بخش MMA که اولین کارشان بود و میخواستن که اولین کارهای خود را تجربه بکنن. مسابقه مرکزی ما از شفیق جان و مجتبی جان که از ولایت کابل پروان بودن، مسابقه بسیار جالب بود و بسیار دیدنی و بسیار هیجانی با امتیازات کمی که بین دو تا فایتر وجود داشت. شفیق جان برنده از این رویداد شد، ما برش تبریک میگم. ما یک چیز میخوایم اضافه بکنم که مسابقات ما در دو بخش بود، بخش کیوان کیک بوکسینگ که دیروز مسابقات پروفشنالش به پایان رسید، در بخش MMA یا میکس مارشال آرتس امروز مسابقات به پایان رسید. تیم هایی است که اینا انتخاب میشن برای ایگل میکس مارشال آرتس. ان قریب ما رویدادی داریم بعد از اینکه چهره انتخاب شد، ما پیشترم تکرارن اینو میخوایم بگویم برای بازی های بین المللی. ما برای برنده های رویدادی که در بخش کیوان کیک بوکس و در بخش MMA داشتیم امروز دیروز، برای فردشان تبریک میگم. برای کسایی که نتونستن و واگذار کردن بازی رو برای حریفایشان، آمادگی جسمانی بهتر و راه یافتن برای برنامه های بعدی برشان میخوایم. تشکر از حضور سبز همگیتان، تشکر میکنم از تیم های ولایات، از مرکز. برگزاری مسابقاتی که در سطح 370 نفر ورزشکار باشد بسیار مشکل است. برنامه ما بسیار محدود بود. در 5 وزن برای کیوان کیک بوکس پروگرام داشتیم و در 5 وزن برای MMA پروگرام داشتیم. دوستا که از ولایت وقتی تشریف آوردن، از هر ولایت 30 نفر 35 نفر، برای ما بسیار دشوار بود که از یا بتونیم وزن انتخاب بکنیم مسابقات آماتور و پروفشنال، از یا بتونیم تفکیک بکنیم. یک مقدار مشکلات برای ما بار آورد که اگر مشکل وجود داشته باشه بعضن از ورزشکارها و نمایندهای ولایات واقعا برایشان محسوس بوده مشکلات. ما امیدوارم با بزرگواری خودشان، با تجربه که در سه ورزش‌های رزمی دارن، پوزش ما را قبول بکنن. برای کلشان تبریک میگم. حضور کلتان سبز، خداوند کلتان عمر زیاد بده. یک تشکر خاص دارم از آقای شهزاد که یکتن از رزمیکارای افغانستان هست، مخصوصا از گردانندهای تلویزیون بخش فنیش و کسایی که پشت پرده هستن، از سکوریتی تلویزیون یک که واقعا مشکلاتی که بر ما محسوس بود برایشان دیدیم که واقعا تراکمی که پشت دروازه میشد واقعا دشوار بود کنترل. از وان تشکر میکنم. برای فامیلایی که امروز شهدای را تقدیم کردن برای جامعه، برای خانواده ازم تسلیت میگم. کابل همیشه داغدار بوده، ما امیدوار هستم که آخرین غم باشه برای کابل و کابلیا. خانه همگی تان آباد، خداوند نگهدار. تشکر آقای شاروخی. عزیزان بیننده، ای بود اولین دوره رقابت های ایگل مکس مارشال آرتس که به شکل زنده تقدیم حضورتان شد. تا رقابت های دیگر، خدا نگهدار. افغانستان، 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 سلام سلام افغانستان، سرسبز مثل گلستان، کشور تاریخی.